من مهرداد اسکویی هستم، عکاس و مستندساز. سپاسگزارم اینجا از مردم وطنم در ایران و جای جای این جهان که همیشه پشتیبان من بودند، همراهی کردند با من که به عنوان یک فیلمساز مستقل و همراه گروهم بتونیم قصه های ناگفته در جهان امروز رو به تصویر در بیاریم. برای من سینما، هر شکلی از سینما، روایته، قصه گویی یا داستان گویی. فیلم های من روایتی از بخش هایی از زندگی انسان هاست، به خصوص انسان هایی که امکانی برای ارائه حرف هاشون ندارن. دلم میخواد به عنوان یک فیلمساز مستند بهش بپردازم و ببینم آن بخشی از جامعه که دیده نمیشه، اون بخشی از جامعه که صدا شنیده نمیشه، و سعی کنم که اون صدا شنیده بشه، اون بخش دیده بشه و آدم ها به اونها فکر کنن. فیلم های من صرفا نگاه من و تیممه به موضوع، و ما یه هژمونی داریم به موضوع و قدرت داریم. گفتم چجوری میتونم قدرت کارگردان و دیکتاتوری اون و هژمونی اون رو کم کنم. یکم قدرت حداقل بدم به شخصیت‌ها و یه جور مشارکت به وجود بیاریم توی کارگردان. هی میاد خودش رو توی کارگردانی کمرنگ میکنه. یکی از ویژگی‌های آقای اسکوئیه که هی میاد حضور خودش رو کمرنگ میکنه توی صحنه. ارتباطش رو با کاراکترها هی سعی میکنه فیلم به فیلم کمتر کنه. حالا این روندیه که پیش گرفته و علاقه‌منده. اونجا من فهمیدم که اصولا لازم نیست که تو حتما حضور داشته باشی، تو حتما گفتگو کنی. یه جایی تو فقط باید یه خراش کوچیکی ایجاد کنی، اون جهان میریزه بیرون. یک چیزی استادم عباس کیارستمی میگه که اکاش یه روزی اتفاق بیفته که مردمک چشم بتونه ضبط کنه و چشم ما بتونه اون چیزی رو که میبینه ضبط کنه. من خیلی دوست داشتم یه اتفاق بیفته، بهش خیلی فکر میکردم، تا اینکه یک دختر نوجوانی که من میشناختمش تماس گرفت با من و گفت آقای مرتاد، من همسرم به من گفته که کوله پشتیتو جمع کن، ما فردا میخوایم قاچاقی بریم ترکیه و از اونجا بریم یونان و بعد شاید بریم اتریش، و من خیلی میترسم. من بلافاصله بهش گفتم چه کمکی از من برمیاد و به من از حال روز خودت بگو، صدا بفرست، من کمکی از دستم بر بیاد انجام میدم، و دوربین تو افقی بگیر و فیلم بگیر. اون موقع یه دوربین معمولی سامسونگ داشت سریا، و گوش کرد و شروع کرد از همه این پروسه و رفتن و مسیر سخت و تو کمپ بودن و خیلی چیزهای دیگه فیلم گرفت. همیشه آدمهایی که دارن مهاجرت غیرقانونی میکنن برای ما عددن. 400 نفر با یک کشتی سمت افغان، با یک کشتی رفتن سمت یونان. 30 نفر سومالیایی در دریا غرق شدن و هزاران عددی که پیوسته در جای جهان دارن میمیرن، هزاران عدد دارن نابود میشن. من فقط میخواستم بگم یه دونه از این عددها رو انسان ببینید، ببینید یکی از این آدمایی که رویا داره، آرزو داره، با یه عشقی میخواد به زندگیش اون جوری که لایقش زندگی کنه، اون کیه؟ سریا یک عدد مهاجر غیرقانونی نیست. سریا یک انسانه با همه ویژگی هایی که هر کدوم از ما انسان ها داریم، با همون رویاها، با همون آرزوها و با همون سخت کوشی هاش برای رسیدن به یک زیست بهتر در جهان بهتر. زمانی که
قرار شد که با موبایل کار کنیم، خب اولش زن نگران کننده بود که شاید مثل یک دوربین حرفه‌ای سینمایی نتونیم توی شب جزئیات زیادی داشته باشیم یا وقتی که به آفتاب میرسیم اونجا جزئیات تصویر از دست بدیم. پیشرفته ترین دوربین سامسونگ گلکسی S21 اولترا رو در اختیارمون قرار دادن که ما در اختیار شخصیت فیلم قرار دادیم و واقعا یه اتفاق بی‌نظیر بود. کیفیت فیلم برداری این گوشی خیلی بالاه و همینطور میکروفون و هارد خیلی سبکی دادن که اون اگه خواست سفرش رو شروع کنه بتونه مستقیم از گلکسی 21 بریزه توی اون هارد راشاشو و ما از اون موقع تونستیم این پروژه رو به خوبی توی این چند ماه دنبال کنیم. دوربین ما دست یک کسی بود که فیلمبردار حرفه‌ای نبود و بعد میتونست راحت با دوربین کار کنه. لنزهای مختلف داشت، میتونست تصویرهای متنوع بگیره، داینامیک رنج زیاد داشتیم. این فیلم وقتی که ادامه پیدا میکنه تو فصلهای بعدی، تصویرهایی که خود سریا باید بگیره توی شرایط ناپایداریه مثل کوه و دشت، اونجاست که استابلایزر دوربین به کارمون میاد و میتونیم که در واقع تصویرهایی داشته باشیم که قابل استفاده باشه برامون. دوربین موبایل به دلیل اینکه کوچیکه و در دسترسه به ما مستندسازا این امکان رو میده که تعداد جلسات بیشتری رو فیلم برداری بکنیم، در واقع تعداد روزهای بیشتری دوربین بتونه سوژه رو دنبال بکنه یا کاراکتر فیلم رو دنبال بکنه، به دلیل اینکه همراهشه و هر لحظه احساساتش غلیان کنه یا اتفاقی بیفته میتونه سریع شروع کنه به فیلم گرفتن. الان شخصیت فیلم من که یک دختر نوجوان و جوونه که در وارد جوانی میشه با یک گوشی یک استدیوی کامل فیلمسازی داره و ما از دور داریم کارگردانی و هدایتش میکنیم. اون هر چیزی که بخواد و توی خونه کوچیک خودش داره، به خصوص این کاراکتر که به تنهایی خیلی علاقه داره و شبها خیلی تصویر میگیره. شاید ما هم بتونم بگم بیش از حداقل 70-80 تیکه فیلم داریم که نیمه شبه، ساعت 3 نصف شبه، ساعت 5 صبح، هنوز تاریکه. وقتی که تصویرها رو آوردیم رو کامپیوتر بررسیشون کردیم، دیدیم که نه، جزئیات زیادی رو داریم توی شب. اونقدی که فکر میکردیم گرین نداشتیم، تصویرهای شب قابل استفاده بود. حتی چند تا پلان از ماه داریم که اونا برامون قابل استفاده است. از اون بعد توی روز خیلی از تصویرهایی که فکر میکردیم که خب اینا اوور اکسپوز میشن، انقدر روشنن که دیگه به دردمون نمیخوان، ولی جزئیات زیادی تو اون تصویرها بود که ما بتونیم استفاده کنیم. اتفاقی که داره میفته اتفاق بزرگیه، به هیچ عنوان قابل مقایسه با مستندهای دیگه نمیتونه باشه. اون لحظه رو هیچ دوربین جز موبایل به نظرم نمیتونه ثبت کنه و اگرم قرار بود، حتما باید اون آدم فیلمساز میبود، حتما باید یه سری چیزای تکنیکی بلد میبود که میتونست مثلا تا یه حدی پیش بره، ولی الان این تمام اینا رفته کنار و اون لحظه هست لحظه مهمیه که داره برای ما جلوی دوربین اتفاق میفته. اگر گوشی وجود نداشت فیلم سریا اصلا نمیشد ساختش. سریا با شرایط زیست سنتیش اصلا این امکان نیست که یک تیم فیلمسازی 24 ساعت تو خونش باشه. یک مینیبوس توریای هست که آلومینیوم کوب شده همه جاش و هیچ منفذی بیرون نداره. اینا رو میریزن اونجا و اینا رو میبرن تا یه جایی که پیادهشون کنه و اونها از اونجا برن. چون اینها از قبل راننده ها پولو میگیرن، معمولا چون پولو گرفتن وسط را تو بیابونی ماشین رو نگه میدارن، در رو قفل میکنن، میگن یه ماشین مشکلی پیدا کرده، راننده فرار میکنه، به پلیسا زنگ میزنن و پلیسا میان همه اینا رو میگیرن میبرن کمپ مهاجرین. اونا پولشون رو گرفتن، لو دادن، بنزین هم زیاد مصرف نمیکنه، اینا رو وسط یه جایی بین بیابون و جنگل و اینا بره. یه فضای جنگلی، هوا خیلی سرده، زمستونه، و اینا رو ریختن اونجا. سریا یه گوشه این دلموش یا مینیبوس آلومینیوم کوب شده بدون صندلی پر از مهاجرین افغان که جا برای تکون خوردن ندارن ایستاده و یه گوشه لامپ موبایلشو، موبایل ساده سامسونگش رو روشن کرده، وایساده، از همه این اتفاقات فیلم میگیره. کجا آقای علی مراد شما میتونین یک تیم 5 نفره فیلم برداری و همراهی بچه کنین که توی موقعیت بتونه فیلم بگیره؟ همه ی پروسه رو میگیره، داد میزنن، بچه‌مون زیر دست و پا له شد، چرا پاتو میذاری رو اون، دعوا میشه بین خود، همه ی اینا رو میگیرن. هیچ، وایساده انگار مردمک چشمشه با موبایلش یه گوشه وایساده داره.